با سلام، اکنون در شهر کهنه هرات یا شهر قدیم قرار داریم. اینجا بازار چهارسو با معروف به بازار مسگرا هست که قدمت بسیار طولانی در تاریخ هرات داره و هنوز مشاغل کهن و سنتی در این شهر و در این بازار باقی مانده و کم کم در آستانه از بین رفتن برخی از این مشاغل که با رشد تکنولوژی و فناوری رفته رفته کمرنگتر میشه. امروز میخواییم در مورد صنعت سراجی که در بارو بالا میبینیم، در مورد سراجی برای شما برنامه تهیه بکنیم و در این بازار دکانهای محدودی از سراجی میباشه که با سراجهایی که در اینجا کار میکنن بیشتر هم صحبت و هم کلام میشیم و میپرسیم که چقدر این شغل قدمت میداشته باشه. یک آلا هوای خیلی خوبی داره این بازار و بازار کنه و بازار قدیم هرات، مردم قدیم و همان صفا و صمیمیتی که در گذشته ها وجود داشت همچنان در این بازار حفظ شده و همان بافت سنتی و معماری سنتی قدیمی که نمایانگر هویت، تاریخ و به این ترتیب شکوه و عظمت هرات قدیم را نشان میده. در این بالا وقتی شما به تصاویر تماشا بکنیم میبینیم که چقدر این بازار کهنه شده و فرسوده شده و اینا به این شکل باقی مانده و ترمیم هم نشده به خاطری که به مو حالت باستانی و سنتی و کهن خو باقی بمانه. وارد یک از دکانهای سراجی میشیم و با یکی از سراجهایی که اینجا مصروف میباشن هم کلام میشیم و میپرسیم که شغل سراجی چه قسم یک شغل است و به صورت چی کارهای از طریق شغل انجام میدن. سلام، صبح بخیر. خوبین؟ بخیرین؟ خیلی جان، شما جور دارین؟ زنده باشین. معرفی کنین؟ جوادم با جواد جان. چی حال داریم؟ الحمدلله. ایام بکن؟ شکر الله، شکر، سلامت باشیم. سراجی برای خیلی از بیننده ها ما مطمئنم که یک واژه گنگ هست. میشه کمی توضیح بدیم در مورد سراجی چه قسم یک شغل هست؟ سراجی در کل وسایلی که با چرم ساخته میشه جزء سراجی گفته میشه، اما خب حال متاسفانه بگم قطعی شده. کیفتیزی هم آمده به جمع سراجی، وسایل نظامی هم آمده به جمع سراجی، منتها در کل سراجی به حساب چرمکاری گفته میشه. خیلی خوب. معمولا شما چی تولید میکنیم؟ و جواد جان، من ابتدا در مقدمه برنامه یک توضیح دادم که اینجی بازار کهنه هرات یا بازار چهارسو و همچنان بازار مسگرا معروفه. از آل و هوای بازار کهنه ابتدا یک صحبت بکنیم. چند سال میشه شما در این بازار مصروفیم؟ خود ما که شخصاً کسب ما کسب میراثیه، من تا 15 سال خود منم فعلا همینجی دیگه مصروف دیگه کارا بینام. 15 سال هم خیلیه دیگه. 15 سال میشه من از پدرمون باقی مانده. بله. مردم بازار کهنه آدمای بومی هرات هستن که یعنی از سالیان دراز به اینجا ماندن و فکر کنم در انقلاب و در جنگ و در هر چالشی که در افغانستان هرات ایجاد شده این ملک ترد نکردن. والا نه، متاسفانه خیلی ترک شده، خیلی بی اندازه. در همی سالای اخی؟ در همی سالای اخی. بعد از 2014؟ بعد از 2014. از خانواده های شما چقدر ترک کردن کشور؟ یعنی هم فکر کنم هم خانواده خود ما 60-20. پس یک شما مانده. آه دیگه تر. خیلی خوب. جواد جان، در مورد از این بگیم که در سراجی چی ها شما بیشتر تولید میکنیم؟ و بیشترین مشتری شما چه هست؟ چون ما اینجا ابزار مختلفی رو میبینیم. در اصل سراجی که هست وسایل اسب جور میکنیم. خب متاسفانه همین جنگام باعث شده که دیگه شوق از بین بره. بیشتر وسایل که رو آوردن مردم وسایل نظامیه. هم رویه جنگ در هر جا هست؟ جنگ در هر جا هست. خیلی بی اندازه وسایل نظامی، از جمله وسایل سلاح‌های سرد، سلاح‌های گر، شیرگر. خیلی خوب. البته این خبر خیلی خوبی نیه متاسفانه. خدا کنه که
کم بشه روی آوردن به جنگ و خشونت، چون بعد کافی دیگه این سرزمین و این مردم خسته هستن از جنگ. خب یعنی خدای یک از ارزی ها خود معمیه که صبح که بیام خاطر جمع ببینم واقعا صلح هم است، پس همون کار سابق شروع کنیم. از جمله تمام همین کیس خود مقرر میکنم، اولین کسی هم که وسایل نظامی رو به تعمیج آتش میدم. آفرین آفرین، دقیقا. حالا چاره ای نیست، اگر شما مطمئنم که اگر وسایل نظامی تولید نکنیم اگر در این دکان رو بسته کنیم، چاره ای نیست. فقط بیشترین سویدامون 95% ما وسایل نظامی شامل چی میشه اینا؟ از هم پوش چاقو که ساده اینه بگیریم تا پوش سلاح، پرتله هر مدل کلن دیگه، وسایل نظامی دیگه از همی غیر از کف شکلا دیگه کلن میبرم یا نه؟ والا متاسفانه میبرم. بله، وسایل جالبه مثل کمربند هم تولید میکنن و کیف هم تولید میکنن، بیک هم تولید میکنن، که من فکر کنم اینا استحکام و مقاومت اینا نسبت به جنس های چینی و بدل بیشتر باشه. ما هر جنسی که دیکن ما بیرونش به هم مشتری خوب زمانت میدیم. چند سال؟ چون کار خودمانه. ما هر بیک خود کم از کم یک سال زمانت میکنیم، اگر که خود نوبک کنم ما او حسابی که شوقی و به هم میخوره قیشی میکنه و حساب های سیوایه، در غیر صورت به حساب استحکام یک سال براحتی زمانت میکنیم. بسیار خوب. و از دشواری های کار خود بگیم، چی سختی های داره کار شما و مشتری های شما چیگونه یه؟ خب متاسفانه بگم شغل ما شغلی که خود هر رقم آدم سر و کار داریم، بازم میگم متاسفانه خودت هر آدمی که فکر کنیم سر و کار داریم مجبوریم بسازیم، چاره نیه. و از میزان درآمد راضی هستیم؟ شکر زندگی سپری میکنیم، او چیزی که به کم ما باشه راضی باشیم. نه متاسفانه نه. خب طبیعت ما انسان هایی که من خیلی راضی نمیشیم. یک تعریفی در علم اقتصاد است که میگن نیازهای انسان ها بیشمار و زیاده و منابع کم. متاسفانه بگم بله. اگر به این منابع کم قناعت کنه چاره نه. دقیقا. جواد جان تشکر که با ما هم صحبت شدین و معلومات دادین در مورد شغل سراجی. و آخرین پرسش ما اینه که چرم شما بیشتر از کجا تولید میکنیم؟ و در مورد ازی بگین که واردات کالاهای مشابه از اینا از کشورهای خارجی چقدر باعث خراب شدن کار شما شده و چند دکان سراجی در هرات هست و فکر نمیکنیم تا چند سال دیگه گمیتی پیش بره این دکان ها بسته شد؟ خب من کل سوال شما به یک جواب تقریبا جواب میدم. از همی چرم گفتیم، چرم متاسفانه ما بیترین پوستر داریم، چند تا کارخونه هم بشده بود به ایراد که نتونستم ادامه بدم. چرم پوستر میخورم 20 روپی یا 5 روپی، متاسفانه چرم به حساب فود ما میگیم که هر وجب حساب میشه، حالا او دیدن میگیم ما 180 روپی 260 روپی پول میدیم، در حالی که همون پست پینجری پیگیر اگه حساب کنیم حدوداً 2000 روپیه میفته. چرا ما بیشتر همین فعلا واردات از پاکستان داریم، خود ما بیشتر وقتا میاریم و از ایران. تشکر، موفق باشیم انشالله. انشالله که دیگه با آرزو خواهم برسیم و دیگه وسایل جنگی تولید نکنیم. انشالله یه آرزو هم میگه. موفق باشیم. تشکر. زنده باشیم. ممنون از شما. تشکر از جواد جان که بسیار با جبین گشاده از ما میزبانی کردم و طوری که آقا جوادم اشاره داشتم بیشتر وسایلی که در سراجی ها در هرات تولید میشه وسایل نظامی هست، مثل پوش های پرتله، پوش های تفنگچه، پوش یا همون کاور چاقو یا سلاح سر. و در کنار از اون میبینیم که وسایل مقبول تری هم تولید میشه، مثل کیف هایی که برای خانم ها می باشه و همچنان در بخش دیگر وسایل برای ایوانات هست که استفاده میشه، مانند ایوانات علی و ایوانات وحشی که بر صورت مورد استفاده قرار میگیره و وسایل گوناگونی که بیشتر صنایع دستی هست و تولیدی خ
خود هراتیان می باشه. ممنون که با ما همراه بودید. کانال ما را همچنان سابسکرایب کنید و دیدگاه خود را در کامنت با ما شریک بسازید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.